خب بینگان عزیز، شما این گزارش دیدن. معتادین بیشتر اوقات به گفته دکترها به بیماری های لا علاج به خاطر مبتلا میشن که اینا به صورت کتلهی و دستجمعی در یک جای زندگی میکنن و در بسیاری موارد از سرنج ها به گونه مشترک استفاده میکنن. شفا جان؟ بله مشرف جان، در یک خبرون موضوع هم چه اوس مرد دکتر سره پرده بند خبری که و ده هو ناروغی په اړه دی چې د یو انسان څخه بل انسان ته د سرنج په واسطه میکروبونه انتقالیږي. بله. بیا هم زه ډاکټر صاحب ته اشاره غلاس وایم. خو لومړۍ پوښتنه به دا ځینې وکړم چې ډاکټر صاحب، که دا راته ووایست چې ډسپوزل یا د سرنجانو استعمالول د یوه نفر څخه بل نفر ته څونه خطر لري؟ خب بله، بدیهی است در که استفاده از سرنجای مشترک یک امر بسیار معمول میتونه باشه در بین معتادین که اونا از موادهای تزریقی استفاده میکنن، به گونه ای که مثلا بیش از 60% عامل انتقال انتاناد را همی استفاده از سرنجای مشترک در بین معتادین تشکیل میده و این یک شیوه بسیار خطرناک برای انتقال انتاناد در بین معتادین ممنون دکتر صاحب حمیدالله مهدی زاده. من هم سلام خود خدمتتان تقدیم میکنم، سپاسگزار از وقتتان هستم. در این گزارش دیدیم که یک نهاد به جمع‌آوری سرنج ها میپردازه. به باور شما، شما در غزنی هستن و بیشتر اوقات ما گزارش های زیادی در مورد معتادین از غزنی داشتیم، برای جلوگیری از سرایت بیماری های ساری که در میان معتادین شیو است و یا شیو میذاشته باشه، بایست چی اقدامات صورت بگیره؟ تنها جمع‌آوری سرنج ها میتونه که کافی باشه؟ خب اول بیماری هایی که از این طریق انتقال پیدا میکنه بیشتر بیماری هایی مثل هیپاتیت بی است، هیپاتیت سی است. اینا بیشتر در بین همین معتادین مواد تزریقی که استفاده میکنن شایع است و از همین را انتقال پیدا میکنن. در قسمتی از این که چونه میتونیم از این جلوگیری بکنیم، ما فکر میکنم این نیاز به یک میکانیزم داره، نیاز به یک تیمور کار داره که چندین نهاد نیجا دخیل باشن، هم از ارگانهای امنیتی شامل باشن، هم سیاتی آمه در اجازی دخل باشه، هم ریاست مبارزه با مواد مخدر، تا به شکل مشترک در اجازه کار صورت بگیره و بتانیم از این جلوگیری شوه. اخیرا معلومات را که من از ولایت غزنی دارم، مقام ولایت غزنی قرار و ای است که همی معتادین را جمع بکنه در یک مکان خاص و هم فکر میکنم باغ زنانه ولایت غزنی برای این کار در نظر گرفته شده و اینا از همی مؤسسات همکار که در ولایت غزنی عرضه خدمات صحی داره، از اونا نیز درخواست کردن که اینا را بیای مورد بررسی قرار بده. من فکر میکنم یکی از راه های مبارزه با یمی تیمورگ است که از این طریق کار صورت بگیره تا ما بتانیم از انتقال و شروع جلوگیری بکنیم. ممنون دکتر سه. فقط سوال آخر اگر کوتاه بر ما این موضوع را جواب بتن، فکر میکنین که احتمال سرایت از این بیماری های ساری از نزد از این افراد معتاد به خود خانواده هاشون چقدر زیاد است و خانواده ها برای جلوگیری از سرایت از این بیماری ها چی اقدامات را میتونن روی دست بگیرن؟ خب بدون شک خانواده ها که نقش عمده و اساسی را داره، خانواده ها وقتی که اونا معتادین مورد پایش قرار بدن یا از اونا نظارت داشته باشند در پروسه انجام کارش، هم میتونه خود معتاد از این مسئول باشه و هم فامیل و خانوادش میتونه از این مسئول باشه، مسئولیت را حفظ بکنن. در قسمت جلوگیری از انتقال بیماری، من فکر میکنم یگانه رایی که از این میشه جلوگیری شوه و هم خانواده هایی که میفهمن که معتاد دارن و فرزندانشان یا به نوع خویشاوندانشان و اقاربشان از این استفاده میکنن، اونا را یکی خوب به شکل متداوم پیگیری بکنن، با کیها میگرده، در کجای مواد را مصرف میکنن، میشه از این طریق جلوگیری بکنه. ولی در غیر از اون معتادان که از خانواده دور هستن، فامیل و خویشاوندان ندارن و اکثرا از طرف شب نیز
در زیر پول و بعض جایهای دیگه و پارک ها اینا میخوابن، یک مقدار جلوگیری از انتقالش من فکر میکنم سخت و دشوار باشه. و مقصد که همان گونه که گفتم نیاز به یک تیمور داره تا در این بخش کار بکنه. دکتر صاحب مهدی زاده جهان، سپاس از حضورتان در برنامه، سپاس گزار هستیم. دکتر صاحب مهدی زاده ستاس سخه یوان علی مانانا کور مادن.